سلام به شما، به شما عزیزان در ایران، هر کجای ایران که در این ساعت به تماشای تفسیر خبر از شبکه تلویزیونی ایران فردا نشسته. جمشید چالنگی هستم، در ساعت پیش رو همراه شما خواهم بود در ادامه مجموعه برنامه‌های ویژه از لس آنجلس، برنامه‌های ویژه با عنوان ایران فردا و هنرمندان. در این برنامه ویژه خانم مژگان شجریان با من و شما هستند. خانم مژگان شجریان نام و چهره آشنا و صدای آشناتر هستند برای میلیون‌ها ایرانی، میلیون‌ها ایرانی که دل سپرده گنجینه موسیقی ملی ایران هستند. در کنار پدر خیش، استاد بزرگ موسیقی ایران، استاد محمد رضا شجریان بارها بر صحنه ظاهر شدند در اروپا، آمریکا و نقاط دیگر جهان. مژگان شجریان مدتی است که به آمریکا کوچ کرده است، موقتا. با ایشان هستیم، دعوت من و شما رو، دعوت منو به نمایندگی از شما عزیزان پذیرفتند، در استودیوی لس آنجلس ایران فردا هستند. با شما خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. همونطور که گفتم، سرکار خانم مژگان شجریان میهمان برنامه ویژه ایران فردا و هنرمندان هستند. سلام و خوش اومد. سلام بر شما جناب چالنگی عزیز و سلام به همه هممیهنان عزیزم در هر کجای دنیا و عالم هستی که هستند و حضور دارن و همه همدلان عزیزم. خیلی سپاسگزارم از اینکه این فرصت رو به من دادی تا بتونم کلامی رو با هموطنانم داشته باشم. ما سپاسگزار هستیم که دعوت ما رو پذیرفتین علیرغم مشغله بسیار زیاد و اداره و مدیریت سه فرزند که مثل فرشته هستند در لس آنجلس. مژگان عزیز ما دارای سه فرزند هستند، دو پسر دوقلو و یک دختر نازنین که بزرگتر از هر دو پسر است هستند. اسمشون خود شما؟ خواهش میکنم، دخترم مهر هستش و پسرانم سپهر و سام. و چقدر ایرانی موندن، با فرهنگ ایرانی. وقتی آدم میبینه اینجا سالها بچه ها با آدم معنوس بودن و دست درد نکنه. خیلی خب، مژگان عزیز به من بگو، در کنار پدر استاد بزرگ شجریان بودن، خب این سوال شاید چندان معنا نداشته باشه که چطور موسیقی علاقمند شدی، اینها به جای خود، ولی از کی شروع کردی؟ موسیقی رو کلن تقریبا از سن شب بگم 10-11 سالگی شروع کردم با نواختن ستار. اون زمان خب کانون چاوش بود و من و خواهرانم می رفتیم کانون چاوش و خدمت استاد لطفی شروع کردم ستار رو، ولی خب به خاطر اوضاعی که پیش اومد، شرایط ایران، مرتب کانون چاوش تعطیل می شد و اساتید بعد از اون کوچ کردم به جاهای مختلف دنیا و یک کمی خب وقفه افتاد بینش. مقداری با استاد علیزاده کار کردم، ولی ردیف رو با استاد پرویز مشکاتیان شروع کردم و بعدم که دیگه دانشگاه که رفتم در خدمت اساتیدی مثل خانم سرپا، خانم مهربان و توفیق و جناب آقای زری و اساتید دیگه، موسیقی رو و ردیف ها رو با ستار به اتمام رسوندم.
رشته هم که تحصیل کردیم موسیقی نقاشی هم و گرافیک بوده. بله و گرافیک کارم کردین در این زمان؟ بله مدت ها خب در کنار همسرم دفتر گرافیکی داشتیم و کار گرافیک میکردم که در حقیقت بیشتر تخصصم در کار گرافیک کار بر روی موسیقی بود، یعنی چیزهایی که مربوط به تولید موسیقی هستند، سی دی و کاست، اون زمان که کاست بود، و حتی یه طراحی صحنه هم داشتم برای کنسرت پدر و یه بارم یه تیزر تلویزیونی برای کنسرت های پدر درست کردم، ولی کلن کار گرافیک رو شاید بگم نزدیک 10-12 سال کار حرفه این بود و در کنار اون خب از کودکی تقریبا شاید از 13-14 سالگی آواز رو شروع کردم با پدر و دوره‌های تکمیلیش هم 3-4 سال پیش در کنار پدر کار کردم، ولی خب هنوز جا داره که از مسیرشون استفاده کنم. برمیش بسیاری که شاگرد ایشون بودن هستن. اما یک سوال معمولا این هست، در زمینه سیاسی هم حتی هست، پدر به راهی میره، فرزندشون حتی سعی میکنه از نظر سیاسی همون خط و ربط سیاسی رو داشته باشه. یک، پدر اجباری بود یا نه که شما حتما باید در مسیر هنر باشید، خوانندگی، یا نه، یا خود شما در این فضا تشویق شدید؟ درسته، نه، پدر هیچ وقت اجبار نکردم ما رو و این خود من بودم که ادامه بدم و چون واقعا یک حسی بود که در درون من نهاده شده بود و احساس میکردم که بهش وابستم و بایستی ادامهش بدم و تا آخر عمرم ادامهش میدم، چون واقعا یک ارثیه که به من رسیده و شاید از من به فرزندانم برسه و ادامه پیدا بکنه و این دینیست که بر من گذاشته شده و من بپردازم. خب یه موهبتیست که صدای شما همایون عزیز که هر جا هست تندرست باشین، آرزوی تندرستی براش داریم، به نمایندگی میلیون ها بینندمون که دوستدار صدای همایون نیز هستند به ایشون درود میگه. این موهبت هست. از طرف دیگه جناب شجریان بزرگ معروف هستن مثل تمام اساتید بزرگ در هنر در سطح جهانی، سخیر هستن. بله. این سخیرین هم درباره خود شما و همایون اجرا میکردن. از چه نظر؟ نظر تمرین هایی که از نظر تمرین بشیم. از نظر سر ساعت بودن، از نظر اینکه اگر مثلا یه گوشه ای رو خارج خوندید یا هر چه به راحتی نگذرن. بله، خب 100%. به هر حال خیلی وقتا بوده که خب اشکالاتی هست در کار ما و مرتب ایشون اصلاح میکنن و موارد خیلی زیادی بوده این تحریرها باید به این صورت باشه، این شیوه غلط تحریر دادن یا جایگاه صدا رو که این جایگاه برای صدات مناسب نیست باید در جایگاه دیگه بخونید و موارد دیگه که خب خیلی زیاد بودن در کار حرفه‌ای که ایشون انجام میدن و به ما راهنمایی میکنن. ولی مهمترین درسی که من از پدر گرفتم همون صداقت داشتن در هنره و اینکه با اون چیزی که در حقیقت دارم عرضه میکنم صادق باشم، با شعری که میخونم، با مفهومی که دارم بیان میکنم از شعر صداقتم رو داشته باشم و از همه مهمتر با مردمی که شنونده هنر من هستن اون صداقت رو بهشون عرضه کنم. یعنی خیلی طول کشید این سختگیری ها، آموزش ها، تا اینکه پدر دیدن مژگان الان میتونه روی صحنه ظاهر بشه، درسته؟ در مقام خواننده کنار ایشون نشستن. بله، به هر حال شاید ایشون مناسب دونستن که من این کار رو در کنار ایشون عرضه بکنم، ولی که خب با این حال من خودم رو هیچ وقت در اون حد نمیبینم که در کنار ایشون بشینم به جای کنسرت بپردازم، چون واقعا تفاوت انقدر زیاده که نمیدونم چی بگم. ببین داستان، حالا پدر بزرگواری های بیمانندی دارن. ببینیم مسئله این نیستش که لزومن شما جایگاه خودتون دارید، اینطور هم میشه دید که در کنار پدر استاد شجریان نشستن جایگاهیست برای پرواز. بله، یعنی شاید اینجور میبینن که خب
الان ایشون رسیده به جایی که میتونن اینجا بشینن همونطور که همایون و از اینجا پرواز کنن بله. افقهای جدید میدونین این بله شایستگی بله. اینجور هم میشه دید نه؟ اولین بله. بار چه احساس داشتید وقتی نشستیم؟ خب خیلی احساس واقعا غیر قابل وصفیه، احساس اون هیجان، احساس اون غروری که در کنار یک استاد بنشینی ورای پدر بودن ایشون و واقعا قابل توصیف نیست. و همون احساس رو زمانی دارم که میخوام هنرم رو عرضه بکنم به شنونده هام، چون میدونم که اکثر شنونده ها خودشون گوش توانایی دارن، حس قوی دارن و همشون میتونن منتقد کار هر هنرمندی باشن. این منظر، این منظر شکوهمند رو من به شکل دیگه ای در موسیقی دیدم، نشستن حنا کامکار در کنار پدرشون بیژن در بله بله صحنه بله بله. در کلاس های مختلف موسیقی یا حجی موسیقی ملی ایران. اما اشاره کردی مژگان عزیز به اینکه در ایران مشکلات پیش میومد، چاوش مرتب تعطیل میشد، چی بود این مشکلات؟ خب مشکلات همین بود که هنرمندان اون فضای کافی رو برای ارائه کاراشون نداشتن و اون ارزشی که باید بهشون به عنوان یک هنرمند داده میشد رو نداشتن و بالطبع هر هنرمندی یه غروری داره برای کارش و نمیتونه بپذیره که هنرش رو در جای عرضه بکنه که در جای اصلیش نیست. و من فکر می‌کنم این بزرگترین مشکلی که الان هنرمندان ما دارن، یعنی اونجایی که هنرشون دیگه از چارچوب ذاتش خارج میشه و هنر برای هنر دیگه نیست، هنر برای دولت مردان مفهوم و معنی پیدا میکنه و تنها در اون صورت مجوز داده میشه، یه کمی سخته تو اون شرایط هنر عرضه کردن و ذات هنر رو خدشه دار کردن. به نظر من خدشه دار کردن ذات هنره. یعنی میومدن دفتر و هم مامورای دولتی میبستن جمع میکردن چی میکردن؟ نمیدونم، ولی اون زمان خب من سنم خیلی زیاد نبود که بدونم این مسائل رو، ولی میدونستم که استاد لطفی و استاد علیزاده مهاجرت کرده بودن به کشورهای دیگه و توان دسترسی به این اساتید نبود و حتی کانون چاوش هم تعطیل کرده بودن و خیلی باعث شد که خب موسیقی یه زمانی در سکوت برگزار بشه، نه اینکه برگزار نشه، چون زمانی که من برای دانشگاه ثبت نام کردم برای رشته موسیقی، اولین سال بود که بعد از انقلاب اجازه داده شد که رشته موسیقی در دانشگاه تدریس بشه و چیزی که برای تمام ممتحنین جالب بود این بود که خواسته بودن که تمام کسانی که در حد ردیف کار کردن موسیقی رو برای امتحان و آزمون عملی بیان و واقعا انقدر براشون شگفت زده شده بودن، انقدر براشون عجیب بود که این همه جوان در حد دانستن ردیف موسیقی رو دنبال کردن در اون زمانهایی که واقعا موسیقی جلوش گرفته شده بود و شاید فکر میکردن هیچ وقت انقدر رشد نکنه، ولی واقعا میبینیم که چقدر رشد کرده بود و چقدر جوان ها به سمت اینو موسیقی بیشتر گرایش پیدا کرده بودن و جوری بود که چندین هفته اینها وقت صرف کردن برای امتحان از دانشجوانی که واقعا موسیقی رو در حد ردیف میدونستن و کار کرده بودن. بله. اون وقت در ایران هم با پدر روی صحنه رفتین؟ یعنی این اجازه رو؟ بله در ایران، ولی خب اجازه نبود. خوندن نداشتم و فقط در کنارشون نوازندگی رو انجام دادم و نتونستم بخونم در کنارشون. بینندگان عزیز، گفتگو میکنیم با سرکار خانم مژگان شجریان در برنامه ویژه گروه تفسیر خبر از شبکه تلویزیونی ایران فردا، برنامه ویژه با عنوان ایران فردا و هنرمندان از لس آنجلس. با شما خواهیم بود تا لحظاتی دیگر.
طور کلی خب این رو بینندگان ما میدونن که در جمهوری اسلامی برای بانوان هنرمندان زن در ایران خوندن ممنوع شد در دوره بعدن، مثل اینکه اینطور شد که اگر میخونن صدای مردی هم همراهش باشه. چون این موضوع چقدر به نظر شما لطمه میزنه به روند باروری و به اصطلاح هنر در ایران، هنر آواز، دست کم از بابت حضور بانوان در هنر آواز چقدر لطمه میشه؟ خب در حقیقت میشه گفت واقعا ضربه بسیار زیادی میزنه که شاید قابل جبران نباشه. از نظر روانشناسی جامعه بخوایم بدونیم، در جامعه حضور زن جزو طبیعته، یعنی نباید حضور زن رو نادیده گرفت در همه عرصه های زندگی، همونطور که یک زن بایستی در سینما حضور داشته باشه و نقش خودش رو در سینما بازی بکنه. شما نمیتونیم بگین که نه، به خاطر اینکه این زن روی زیبایی داره در سینما حضور پیدا نکنه، چون مفسده خواهد شد بر دیگران و ایجاد فساد خواهد کرد، و یا اینکه بگین که صدا شنیده نشه به خاطر اینکه باعث ایجاد فساد میشه در جامعه. و واقعا این یعنی توهین به یک هنرمند و به ذات هنر. در حقیقت کسی که یک چنین دیدی به هنر داره یعنی ذات هنر رو نمیشناسه. حتی در قرآن هم اومده بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمه، اونجایی که شما واقعا واقف نیست به این چیزی که دارید سخن میگید و واقعا شناختی ندارید، هیچ وقت اونو نباید نفی بکنید. و این چرا به این امر اینها توجه نمی کنن که واقعا فقهای عزیز ما که برای بهبود جامعه قوانینشون قوانینی وضع میکنن در نظر نمیگیرن آیا واقعا خودشون شناختی به موسیقی دارن که اون رو نفی میکنن یا خیر. چون من خیلی سرچ کردم در سایت ها و حتی دیدم که علمایی که در این مورد نظر دادن حتی فرق موسیقی سنتی و غیر سنتی رو نمیدونن و میگن موسیقی فقط طرب است و به این دلیل حرام است. خب این قوانین آیا واقعا برای بهبود وضع میکنن؟ یه مسئله چیزی که عنوان شده بره. یعنی اون چیزی که من بارها پرسیدم گفتن در قرآن همچین مسئله هیچ وقت وجود نداشته، یعنی هیچ جا در قرآن اشاره نشده به اینکه صدای زن حرام است. ولی خب اینها به مصلحت نظام خودشون دوست دارن که این مسئله رو عنوان بکنن، ولی این آیا به مصلحت نظامشون هست یا نیست؟ باید این رو واقعا تحقیق بکنن در موردش، ببینن چه نقشی میزنه در جامعه زمانی که شما حضور زن رو ازش حذف میکنید، چه در موسیقی و چه در جاهای دیگه. صدای زن مکمل صدای مرد هستش و شما باید بدونید که موسیقی که دارید ازش سخن میگید واقعا اصلا ذاتاً چیه؟ یعنی ذات موسیقی رو تا نشناسی چرا راجبش فتوا میدید؟ این حرفیه که واقعا من به قدر ناراحت شدم وقتی که شنیدم که در قبال سوالی که این بزرگ مردمون جناب استاد پیرنیاکان کردن که لطفاً توضیح بدید در بارد این که چرا بایستی شنیدن صدای زن حرام باشه و حرام شده است، به جای اینکه پاسخی منطقی داده بشه به تمامی اهالی هنر، به کسانی که واقعا شب و روز زندگی کردن برای هنر و میتونن به عنوان یک درمانگر در جامعه نقش داشته باشن،
چرا به جای اینکه منطقا توضیح بدن فقط میگن اینها جسور شدن در این مسئله و صلاحیت ندارن که در مورد این مسئله اظهار نظر کنن. خب اگه صلاحیت ندارن لطفاً جواب منطقی بدهید که چرا موسیقی به ذات مفسد است. خیلی ها گفتن اون روزای اولی که آقای خامنه ای اومد جانشین آیت الله خمینی شد گفتن که ایشون خودش ستار میزده. من هم شنیدم ولی خب به هر حال حتی من شنیدم ایشون فرمودن که موسیقی اگر که جوری برگزار بشه که مفسد نباشد اشکالی ندارد. ولی بین علما خودشون بحث هستش سر این مسئله که چرا بعضی ها میگن که حتی میگن حتی قرآن هم خوانده بشود با صدای زن حرام است. من نمیدونم برای چی. آیا خوندن قرآن با صدای زن مثلا ام کلثوم صداش رو اگر که شما بشنوید قرآنی که خوندن انقدر این زیباست که هر شنونده ای حتی مسلمان نباشه به اسلام حتی شاید رو بیاره؟ چرا؟ به خاطر اینکه در ذات زیباییش یاد خدا رو زنده میکنه. کی گفته موسیقی انسان رو از یاد خدا غافل میکنه؟ چرا این همچی حرفی زده میشه؟ هیچ وقت اینطور نیست. چرا؟ چون موسیقی به ذات زیباست و زیبایی از صفات خداونده و زمانی که شما یه چیز زیبا در طبیعت میبینید همیشه اون رو تحسین میکنید؟ نه، اول خدا رو تحسین میکنید که عجب خدا چیزی آفریده. و این زیبایی در کمال در حقیقت یاد خدا رو زنده میکنه. چرا ما باید در زشتی ها به یاد خدا بیافتیم؟ چرا نباید در زیبایی ها به یاد خدا بیافتیم؟ البته در مصر ام کلثوم که حسابش جدا از همه است، مصری ها این مثال رو دارن که وقتی میخواییم راجع به خواننده ها صحبت کنیم در مصر ارزش گذاری کنیم ام کلثوم رو میذاریم کنار بعد راجع به بقیه صحبت میکنیم. علاوه بر ایشون بانوان دیگه ای هم هستن که قرآن میخونن، حتی همین الان، حتی در زمان یک ساله اخوان المسلمین هیچ فتوایی علیشون داده نشد و هستن بانوانی که به اصطلاح مراد و قطب طریقه های صوفی هستن. من با چند تاشون برخورد کردم. اگر به مراد و قطب یک طریقتی صوفی شیخ میگن، اونا شیخی میگن و بسیار هم صاحب معرفت و علم و هرچی که مربوط هست به این طریقت صوفیه. ولی یک بیتی هم هست میگه زاهد نداشت تا به جمال پری روخان کنجی گرفت و ذکر خدا رو بهانه کرد. از این باب شاید چون همونطور که اشاره کردیم فهم زیبایی رو مشکل هست برای کسانی که خشک اندیشن. مثلا از آیت الله طالقانی نقل میشد که در زندان موسیقی گوش میداد، کسی که گفت خاموش کنین اعتراض کرده بود که چرا بذارید گوش بدیم. حتی میگم با آقای بازرگان اعتراض کرده بود که نباید بشنم. خب اینها همه به هم پیوسته است به نظر شما؟ یعنی قضیه سینما، مشکلات که برای پگاه آهنگرانی بقیه پیش میاد، برای شما، نسل شما در موسیقی، شاعر، نویسنده، اینا همش ریشش در کجاست؟ فقط ضدیت با هنر بانوانه یا نه اساساً با نقش بانوان، حضور بانوان در صحنه سیاسی اجتماعی است؟ از کجاست؟ من فکر میکنم در جامعه ما ارزش گذاری اونجور که باید به زنان بشه انجام نمیگیره و یه مقدارش هم من فکر میکنم تقصیر خود بانوان و هنرمند ماست در این سرزمین که پذیرفتن با سیاست های اون جامعه ادامه بدن. یعنی زمانی که میگن که خب بیاین همخوانی بکنیم با هم دیگه یا فقط برای خانم ها بخونید، میپذیرن این مسئله رو. این به نظر من پذیرفتن این بی‌اعتباری است، پذیرفتن این توهینه. چرا برای این که پذیرفتن که صداشون اگر به یه مردی برسه ممکنه که ایجاد فساد بکنه. چرا این همچین تفکری باید اصلا راجب هنر باشه؟ چرا از دید دیگه هنر رو نگاه نمی کنن که هنر میتونه بازدارنده انسان از گناه باشه؟ اگر یک گناهکاری قبل از که بخواب مرتکب گناه بشه اگر براش یک موسیقی بذاری که درش با شعرهای پند و اندرز گویانه بهش پند و اندرزی داده بشه، صد برابر ممکنه که تأثیرش بیشتر باشه تا اینکه شما کلاماً بخواید اونو بازدارید از گناه و ممکنه که اون هیچ وقت مرتکب گناه نشه. و چیز دیگه ای که خب خیلی برای من جالبه اینه که
چرا تعادل رو در جامعه به هم میزنه، یعنی وجود زن در جامعه ایجاد تعادل میکنه، همونجور که جناب آقای مطهری گفتن نشانه عدالت در جامعه اینه که تعادل باشه و هیچ تبعیضی وجود نداشته باشه، ولی در اینجا ما تبعیض میبینیم داره قائل میشه. چرا دارن قائل میشن تبعیض رو برای فقط اینکه مردها باید حضور داشته باشن در هنر، در جایگاه هنر؟ و مسئله اینه که خب اگر واقعا جامعه روانن اینقدر مردمانش بیمار هستن که با شنیدن صدای زن به فساد کشیده میشن، اون جامعه باید واقعا درمان بشه. این اشکال از صدای زن و حضور زن نیست، اشکال از ایمان سست مردمه. چرا شما نمیرید ایمان مردم رو پایدارتر کنید و میرید جلوی صدای زن رو میگیرید که ممکنه اونها رو به فساد بکشونه؟ اینا مشکلات اجتماع ما هستش. خدا گفته که بایستی تفکر کنی، تعقل کنی. در 300 جا از آیه های خداوند اشاره شده به تفکر و تعقل در طبیعت. خدا اومده زشتی ها و بدی ها و خوبی ها همه رو در کنار هم در طبیعت گذاشته، برای که بشر الگوی خودش قرار بده. تو زلزله میاد، ولی باید تفکر و تعقل کنی که چجوری با زلزله از بین نری، خونه ای بسازی که خراب نشه. به همین در حقیقت چرا در فرهنگ ما اتفاق نمیفته؟ شاید هزار چیز فساد برانگیز در جامعه باشه، آیا واقعا باید جلوی اونها گرفته بشه و شما جامعه رو عاری از اون فسادها بکنید ولی باز هم با تلنگری بریزه ایمانشون؟ نه، بلکه باید ایمان مردم رو قوی کنید که با کوچکترین چیز سست نشه و از بین نره. این مشکل جامعه ماست. حضور زن و بقیه بهانه است. راهی که دارم میرم به نظر من راه درستی نیست از نظر جامعه شناسی، به نظر من ایراد داره. باید یک کمی بهش نظر کنم ببینن آیا واقعا باید زن رو حذف بکنند از اینجور مقوله ها، هنر رو به چالش بکشند، یا اینکه نه، از هنر، از ذات هنر استفاده بکنن برای اینکه مردم به تفکر و تعقل برن. چون موسیقی ما به ذاته، اگه که کسی واقعا موسیقی سنتی ما رو بشناسه با اون مفاهیم شعرش، با مفاهیم عرفانی که در شعرش هست، تفکر برانگیزه. همون چیزیست که خدا در قرآن گفته که باید به تفکر به خدا برسی. پس هیچ مغایرتی نداره با اون چه که در قرآن یا حتی در اسلام اومده. شنیدن موسیقی، موسیقی درست، موسیقی که درست باشه، موسیقی که واقعا بازدارنده انسان از گناه باشه، نه موسیقی تحریک کننده. بله، منم قبول دارم که خیلی هم موسیقی ها ممکنه تحریک کننده باشن، ولی واقعا باید فرق گذاشت بین موسیقی ها و کسانی که هنرمندانی که دارن اونو اجرا میکنن، به چه هدفی دارن اون موسیقی رو اجرا میکنن. خب در همین جا که این همه انواع و اقسام موسیقی هست، مگر از صبح تا شب مردم فساد میکنن؟ اصلا اینجا فسادی که واقعا در ایران آدم میبینه، اینجا یک چهارمش رو واقعا آدم نمیبینه. چرا؟ به خاطر که همه چی جامعه سر جاشه، همه چی جامعه. و خیلی جالبه که چیزی که مردم این جامعه دارن وجدانه، و این وجدان متاسفانه در جامعه ما داره کمرنگ میشه. چرا؟ برای اینکه همیشه میگن دروغ بگو، شخصیتی که داری نداشته باش، و این خیلی دردآوره. من رفتم برای دخترم ثبت نام بکنم دبیرستان، گفتن موقع که تو میخوای بیای به شرطی میتونی بچه تو اینجا ثبت نام کنی که چادر سرت کنی. گفتم من همچی کاری نمی کنم، یعنی شما حتی بالاترین درجه علم رو هم داشته باشه دبیرستان تو، من دخترم اینجا نمیارم. گفتم برای چی؟ یه چادر سر کردن که دیگه کاری نداره، به خاطر فرزندش. گفتم نه، مهم اینه که من به فرزندم ریا یاد نمیدم. من آدمی نیستم که بخوام بهش بگم من آدم ریاکاریم، من آدم محجبه نیستم، ولی به خاطر اینکه این قانون هستش میام و ریا میکنم و چادر سرم میکنم، ولی میام بیرون در میارم. خب این چه زندگیست؟ و به همین دلایل کوچ کردیم، و به همین دلایل، شاید فقط این دلایل نبود، دلیل اصلی من این بود که هنرمندا نمیتونن در جامعه وجود داشته باشن. یا منظورم از چادر سر کردن نه، نه اصلا عرصه هنر نه، ببینید دلایل مختلفی هست. شاید یکی از دلایلش همین باشه. ببینید مهم اینه که واقعا اگر که دولت مردان ما وجدان مردم رو بیدار نگه دارن، هیچ وقت این مشکلات در جامعه ما بروز نمی کنه. و یکی از مشکلات بزرگ دیگه که در جامعه ما متاسفانه وجود داره به اینه و میتونه آدم حس بکنه، این هستش که چرا
چیزهای دیگه، عوامل فساد دیگه ای که تخریب جامعه رو بیشتر برگردن دارن، مثل مواد مخدر، مثل کشیدن تریاک، مثل هزاران چیز دیگه ای که جوانان ما رو در حقیقت از راهی که داره باز می‌داره و اساس خانواده و زندگی رو به هم می‌زنه، چرا راجب فساد اون انقدر حرف گفته نمیشه ولی راجب خوندن یک زن این همه حرف و حدیث گفته میشه، کار به مجلس میکشه؟ خب چرا جلوی فقر که باعث فساد اصلی در جامعه هست گرفته نمیشه و چرا راجب اون حرف اساسی زده نمیشه؟ چرا واقعا؟ شاید خود بعضی از مسئولین دست داشته باشن. خب همین، برای اینکه من فکر بکنم شاید سود خیلی مسائل در این باشه. علتش من وقت به عنوان یک انسان که خدا بهم گفته باید با تفکر و تعقل به نشانه های من پی ببری، منم میخوام فکر کنم راجع این مسئله. به همه ما، همه بابا فکر کنیم که چرا موسیقی که باعث آرامش دلها میشه کنار گذاشته میشه، حرام دانسته میشه، ولی تریاک و مواد مخدری که باعث آرامش مرگ ابدی جوانان ما میشه رواج پیدا میکنه؟ درسته. یعنی یه گزارش بود که بالای 2 میلیارد دلار به طور متوسط سالانه مواد مخدری که از افغانستان میشه، 2 دهه هست این اتفاق میفته، از ایران عبور میکنه و به اروپا و جاهای دیگه میره. خب این 2 میلیارد دلار و بیش از 2 میلیارد دلار که بیشتر از این هست، این آمار مال خیلی قبله، طبعا الان بیشتر، بدون نفوذ یک قدرت حکومتی نمیتونه یه همچین ترانزیتی رو رد کنه. دقیقا. دلول سلول تریاد که نیست که در جیب بذارن بیارن. درست. از ایران ببرن. یکی اینه مژگان عزیز، یکی راجب این قیاس که گفتین. اول بپرسم وقتی اینجا وقت بچه ها رو بردین مدرسه چی؟ گفتن مثلا کت چرا پوشیدین، باید با آستین کوتاه بیاین یا چی؟ اینجا خب اینجا نه، هیچ کاری به این چیزا اینجا مدرسه. انقدر آزادی به مردم داده میشه که مردم هیچ وقت عقده اینو ندارن که مبارزه بکنن با یک چیزی که برخلاف خواسته هاشون هستش. چرا؟ چون به خواسته هاشون اهمیت داده میشه. خب من نمیگم اینجا خوبه اونجا بده، اصلا همچی چیزی نیست، ولی چرا امریکایی که 200 سال بیشتر از تاریخش نمیگذره تمام دنیا رو داره رو انگشتش میچرخونه، ولیکن در دنیا اجر و اون مقامی که ایرانی داشته اینقدر تنزل پیدا میکنه که به عنوان یک تروریست بهش نگاه میکنن؟ ولی اینجا مدرسه رفتیم مشکل نداشتیم، اینجا هیچ مشکلی نداشتیم که تو چرا ایرانی هستی، چرا مسلمان هستی، حتی نمیدونم اگر روسری سرت کنی حتی نمیگن چرا روسری سرت میکنی. و من برای کسایی که در اینجا روسری سرش میکنن خیلی احترام قائلم، به خاطر اینکه وجدانش داره میگه که تو دوری بکن از گناه خودت و اون انتخابشه و پایبنده به اون ایمانش. ولی آیا واقعا به همه کسانی که در ایران رو سعی سرش میکنن میشه این احترام رو گذاشت؟ نه، شما نمیدونی که این به اجبار این کار رو داره میکنه یا واقعا از رو ایمانش داره این کار رو میکنه. بله، شما به عنوان انسان احترام میذارین ولی نمیدونین واقعا اعتقاد هستین. یعنی به نظر من سیاستشون داره دین رو خراب میکنه، دینشون رو داره خراب میکنه و این اتفاقی که در ایران افتاده و مردم واقعا درگیرش شدن. یک نکته ایرم بگم، این باز از یک نویسنده، یعنی نکته ایست از یک فیلسوف نویسنده که من بودم در اون مجلس که اینو میگفت، آقای انیس منصور، حرف که میزد میگفتش که آقا ما اینقدر افتخار نکنیم پیامبران اومدن از خاورمیانه اومد. این اتفاقا برعکس اون چیزی فکر میکنیم افتخارآمیز نیست، برای اینکه این کره زمین کوچیک، بقیه آدم‌ها در مناطق دیگه غرب هر جایی هستن اونا بنده های خدا هستن یا نیستن؟ گفتم بله. گفت چرا خدا من یک پیغمبر برای اونا نفرستم؟ شاید علتش اینه که دید این وریا بسیار گمراهن، نیاز دارن، اون وریا ندارن. این نظرشه. ولی خب سوال تفکر برانگیز است دیگه. درست. یعنی اگه این ور اینقدر فساد بود اینا، خب لابد این ورم لازم می‌داشتن پیغمبر. درست. گفتگو میکنیم با سرکار مژگان شجریان عزیز در برنامه ویژه ایران فردا و هنرمندان، برنامه ویژه از گروه تفسیر خبر از استودیو ایران فردا لس آنجلس. با شما خواهیم بود تا لحظاتی دیگر.
No!
با شما هستیم و میهمان این برنامه ویژه تفسیر خبر خانم مژگان شجریان هستند. مژگان عزیز، علی‌رغم همه این احوال، تلاش دختران و بانوان ایرانی رو برای حفظ موسیقی ایرانی، تلاش های شخصیشون رو چطور ارزیابی میکنین؟ چون من توی این بیش از 30 ساله میبینم بچه های نازنین، دخترای 20 ساله، کوچکتر، بزرگتر، اومدن و ساز ایرانی رو یاد گرفتن، از سنتور گرفته تا چند تا ساز یا هرچی. اینو چطور ارزیابی میکنید؟ خب واقعا موسیقی جز نهاد هر انسانیه و نمیشه جلوش رو گرفت و مثل یک آتیشی میمونه که زیر خاکستره و هر آن ممکنه شعله ور بشه در وجود هر کسی. و متاسفانه فشاری که روی هر مسئله در جامعه، حالا هر جامعه‌ای، نه فقط ایران، وقتی فشاری روی یک مسئله رو مردم میاد، مثل فنر بعد آزاد میشه و دیگه جلوش رو نمیشه گرفت. حالا اگر که این موسیقی، درسته که مردم خیلی به موسیقی سنتی هم روی آوردن، ولی خیلی ها به خاطر نشیدن موسیقی های درست جذب یه سری موسیقی های دیگه میشن که شاید اصلا همونی باشه که در انبیا گفتن حرام است. خب چرا؟ چون که میخواد هیجان درونی خودش رو تخلیه بکنه به وسیلش. اگر شما در جامعه چیزی مسئله بذارید که هیجانات درونی جامعه تخلیه بشه، هیچ وقت نیاز به اونجور موسیقی ها حس نمیشه و کمتر به طرفش میرن. ولی ما میبینیم که خب خوشبختانه خیلی از خانم ها در ایران و در جاهای مختلف دنیا به موسیقی سنتی روی آوردن و دارن کار میکنن و واقعا باید قدرشناسشون بود و بهشون پروبال داد و صداشون رو شنید، نذارن فریاداشون خفه بشه در گلو. چرا؟ اون هم بشره و حق داره زندگی کنه، حق داره حرف بزنه، حق داره غذا بخوره، حق داره زندگی داشته باشه و حق داره بخونه. چه اشکالی داره؟ یعنی یه جور واکنشی هست در برابر این سختگیری ها، چون زمان ما، نسل ما زیاد نبودن که موسیقی سنتی ایران رو بانوان برن. اگر اشتباه نکنم خانم سیمین بودن که سنتور میزنن، فامیل نازنینشون الان ذهن من نیست، و در ارکستر مجلسی تلویزیون بود کسی که با اون کلاسیک بود، موسیقی غربی، ویولونسل میزنن، سرکار خانم مرجان قنبری بود، پدرشون ساز میزنن و استاد. ولی بانوان زیادی نبودن که در موسیقی سنتی ساز، به خصوص آواز، خب بسیار بسیار الان میبینیم خیلی زیاد. به نظر میاد یه واکنشی در برابر این همه سختگیری ها نیست، مثل گلهایی که گفتم از لای سنگ بیرون میان. بله میگم تشنگیه دیگه. وقتی که تشنگی زیاد میشه آب میطلبه. شما اون وقت نگاهتون به اون ور دیوار، دیوار انقلاب، سرک میکشید به پیش از انقلاب، اونجا رو چطور میبینین بانوان و حضورشون در موسیقی ایران؟ خیلی گسترده بود. خیلی خب ما زنان خواننده زیادی داریم که از زمان قاجار، یعنی حتی عکسایشون هست که موسیقی در زمان قاجاریه خب خیلی توسط خانم ها در دربار اجرا میشده، خوانندگانی بودن، ولی خب اون موسیقی فقط در دربارها بوده و برای همه خیلی نامی از هنرمندان اون دوره نمونده. و بعد از زمان فتحعلی شاه به بعد هم کمتر حضور هنرمندان خانم رو ما میبینیم، ولی از زمان تأسیس رادیو در ایران باز خانم ها روی آوردن به تعلیم و تعلیم یافتن موسیقی و حتی خوانندگی و کم کم حضور خانم ها رو به صورت خواننده ما داریم که بزرگترین و ابرترینشون رو ما میتونیم خانم قمر ملوک وزیر رو نام ببریم که مادر بزرگشون خودشون روزه خان بودن در درمان و مادر بزرگ. بله. روزه میخونده در بله.
روزه خان بودن و خود سرکار خانم قمرانو که وزیری شاگرد استاد نی داوود بودن و خیلی واقعا خواننده‌ای بودن که بسیار توانا با تحریرهای ویژه خودشون که کمتر ما بعد از اون هم حتی شاهد بودیم اینقدر توانایی اجرایی در خوانندگی. ولی خب خوانندگان بسیار دیگه بودن که میشه ازشون نام برد و حتی من در یه تزی که داشتم راجع به همین موسیقی و خوانندگی خیلی نامهای اینا رو و آوردم و اسامیشون هم هست که هنرمندایی بودن که خیلی به موسیقی روی آوردن. ولی خب بعد از انقلاب باز میبینیم که کم رنگتر میشه و خوانندگانی بودن که بعدها خودشون اومدن و به صورت مستقل در خارج از کشور کنسرت دادن، سرکار خانم پریسا، سرکار خانم هنگامه اخوان و خیلی از خوانندگان سرکار خانم سیما بینا و خوانندگان زیادی هم الان هستن و بسیار خوبن که متاسفانه جایی برای عرضه هنرشون ندارن. همه که امکان اینو ندارن که خارج از کشور بتونن هنرشون رو عرضه کنن. تازه اگر این اتفاق هم بیفته، موقع که برگشت میکنن به ایران صدها مشکل جلوی سر راهشون قرار داده میشه و صدها پرسش رو باید پاسخ بدن که گناهی که مرتکب شدید الست و برست. و بزرگانی بودن مثل خانم مرضیه، خانم دلکش. بله بله، خانم دلکش، خانم پروین. بله. و خیلی خانم ملک زهرابی، هزار خیلی خوانندگان بسیاری بودن در ایران که واقعا باید بهشون افتخار کرد. خواننده هایی که سعی کردن این هنر رو زنده نگه دارن تا حالا و بایستی زنده نگه داشت این هنر رو. شما برای زنده نگه داشتنش هنوز تلاش میکنید؟ من هنوز تلاش میکنم. هنوز در لس آنجلس؟ بله، من سعی میکنم که چیزایی که یاد گرفتم رو تدریس بکنم. البته به صورت آنلاین دارم فعلا تدریسم انجام میدم. متاسفانه به خاطر کند بودن اینترنت، وضعیت اینترنت در ایران نتونستم در خدمت عزیزانی که واقعا مایل بودن به آموزش باشم. ولی خب در امریکا فعلا دارم این کار رو انجام میدم و شاگردان زیادی دارم از انگلیس، از استرالیا، از کانادا و حتی از خود امریکا که دارن کار میکنن. مایل هستین که نشانی وبسایت اگر هست یا ایمیل؟ بله، نه، همون صفحه تلویزیون ما داشته باشه. خواهش می‌کنم، شجریان، مژگان شجریان دات کام هستش که اگر که تشریف ببرن اونجا اطلاعات هستش که بخوان. خواهید دید نشانی ارتباط با خانم مژگان عزیز، مژگان شجریان عزیز روی صفحه تلویزیون. مژگان عزیز، به من بگیم تلاش میکنیم موسیقی ایرانی رو در لس آنجلس، موسیقی سنتی ملی ایرانی رو در لس آنجلس به سهم خودتون پیش ببرین، زنده نگه دارین. حالا با شاخه هایی که کشورهای مختلف هست. همسرتون محمد علی نازنین، من میدونم همیشه در کنار شما بود، در این عرصه، در عرصه هنر یار و همراهشون، اما الان مخالفتی نداره؟ یعنی بگی نه کار خونه زیاده، بچه ها ستاستن؟ نه نه، واقعا ایشون واقعا همسری هستن که همسر و هم اندیشه من هستن و ما واقعا مثل دوبال یک پرنده هستیم، فرق نمی کنه. یعنی با هم داریم این زندگی رو پیش می بریم و واقعا اگر که تحسین ایشون نبود و هل دادن ایشون نبود، شاید من به اینجا نمی رسیدم که بتونم این هنر رو تا اینجا پیش ببرم. حتی واقعا ایشون خیلی همیشه در پیشرفت من سهم خیلی بزرگی داشتن و من واقعا ازشون سپاس گذارم. بینندگان ما هم غریب نیستن. من یه نکته ایرم بگم راجع به همسر مژگان عزیز، محمد علی گرامی ما، هیچ وقت خنده در در وضعیتی که خیلی مشکله از لب ایشون دور نمیشه. لبش همیشه خندان بود، لب میلیون ها دوستدار آواز مژگان عزیز ما و استاد بزرگ شجریان نیز همواره خندان بود. ادامه خواهیم داد تا لحظاتی دیگر. موسیقی
با شما هستیم در برنامه ویژه گروه تفسیر خبر، برنامه ویژه ایران فردا و هنرمندان از شبکه تلویزیونی ایران فردا استودیوی لس آنجلس. گفتگو میکنیم با خانم مژگان شجریان، هنرمند ارزشمند ایران زمین. مژگان عزیز، در تدارک کنسرتی هستیم؟ فعلا کار هنرمنده زیادی رو دارم گوش میدم و از توشون انتخاب میکنم که تمرین بکنم. با سرکار خانم صحبا مطلبی یه چند تا کار ضبط کردیم، ولی خب در حال تغییراتش هستیم و امیدوارم که آماده بشم برای سال آینده که کنسرتی داشته باشم. خب در چه شرایطی حاضرین برین ایران و برین توی صحنه؟ در شرایطی که به خواسته های مردم در زمینه هنر واقعا ارزش قائل بشن و وجود خانم ها در عرصه هنر به عنوان یک پخش کننده فساد دیده نشه و بهشون ارزش داده بشه و به حضور خانم ها احترام بذارن در هر عرصه ای. چرا؟ چون که زنها مادران این جامعه هن، اونا هن که پرورش میدن نسل ها رو، چرا به حضورشون، به عقایدشون، به خواسته هاشون احترام قائل نمیشن؟ این خیلی ناراحت کننده است و بایستی خواسته های مردم رو بشنون، مخصوصا زبان هنرمندانشون بشنون، چون هنرمندان در حقیقت زبان مردم هن. در قدیم پرسخانان بودن که مشکلات مردم رو در کوچه و برزن به گوش دولت مردم میرسوندن. حالا این نقش بر گرده هنرمند است. من خودم رو هنرمند نمیدونم، ولی خب هنرمندان برجسته وجود دارن که واقعا بایستی وجود خودشون ثابت بکنن در هنر. من واقعا تشکر میکنم از استاد پیرنیاکان که وجود خودش رو ثابت کرد و سخن گفت و خیلی متاسفم برای خانه موسیقی که پشت این بزرگمرد رو خالی کرد و بدون هیچ دلیلی گفتن، ایشون نظر شخصی گفتن. چطور میشه سخنگوی خانه موسیقی نظر شخصی خودش رو بگه در جایی که خانه موسیقی باید امید مردم باشه؟ بله. و این خیلی دردناک بود. برای یکی از مشکلات همین نیست مژگان عزیز که به جز معدودی آقای پیرنیاکان پیش از ایشون دوستاد بزرگ شجریان راجع به این مسائل صحبت اعتراض کردن. یکی از مشکلات این نیست که مردان هنرمند، یعنی خوانندگان مرد، صدایی در نیامد به طور رسا که اعتراض کنن چرا بانوان نباید تنها بخونن. این نیست، همین، نمیدونم. البته خب خیلی هنرمندا هستن سعی میکنن از وجود خانم ها در کارها استفاده بکنن، ولی چه فایده داره وقتی که به صورت گروهی صدای زن رو به همه میرسونن؟ یعنی پذیرفتن این سیاست رو. و متاسفانه وظیفه اصلی هنرمند که ایستادن پشت صدای مردمه از دست دادن و خیلی عذر میخوام، بعضی هاشون نرخ روز میخورن و این خیلی بده. متاسفم برای هنرمندان. خب این لطمش تا کجا هست؟ خب این لطمه خیلی لطمه است. هم اولین لطمش روح جامعه چیز میشه، در حقیقت خدشه دار میشه، چون هنرمند با روح جامعه داره کار میکنه. خب وقتی که شما به هنر ضربه میزنین، روح جامعتون خدشه دار کردی و چجوری میخواد اونو درمان کنید؟ ولی امید درمان هست؟ امید این که به سمتی بره ایران که هنرمند آزاد باشه، آنچه می نویسه منتشر کنه، آنچه می خونه بر صحنه عرضه کنه؟ من امیدوارم اون تعصب ها رو بذارن کنار، به جای این که به تعصب ها ارزش بدن، جای تعصبات رو بگیرن فرهنگ سازی بکنن. من پرسیدم خب چرا مخالفت میکنید؟ میگن خب یه سری جاهایی هستن که فرهنگشون اجازه نمیده که صدای خانم ها رو بشنون و به خاطر این ما بایستی این کار رو هم حس بکنیم. نه، چرا؟ خب باید ایمانمون رو ببری بالا، فرهنگش رو زیاد کنی. و در تمام نقاط ایران ما در روستاها بیشترین خوانندگان بانوان روستایی بودن، سرودهای محلی رو بیشتر بانوان میخوندن و در تمام شهرها من
نمیدونم جلو هنر رو سیر هنر رو اصلا میشه گرفت مشکل نه یا سر از یه جای دیگه پس کار بیهوده است کار بیهوده است مثل اگر واقعا من هیچ اعتقادی ندارم صدای زن یا موسیقی زلزله از خراب ویرانگره ولی اگر واقعا اینو فهم میکنن که مثل زلزله ویرانگره همونطور که گفتم بایستی ایمان رو قوی کنه که فرو نریزه آقا چرا جلوی موسیقی رو میگیری چرا صدای زن رو حرام میکنی شما پس بگی شب نشه که نخوریم زمین نمیشه که شب میشه ولی چراغ روشن کن نخوری زمین و این یک در واقع کم سابقه بوده یعنی در تمام طول تاریخ در تمام کشورهای مسلمان به هر حال قدر هنر آواز رو میدونستن اصلا برای من غیر قابل هضمه چطور تفکر نمی کنن چرا خب لطف کنید با منطق اصلا دنیا و عصر منطقه عصر ارتباطاته مگه شما در عصر ارتباطات میتونین صدای زن رو به گوش مردم نرسه میشه مگه همچی چیزی اصلا نمیتونین جلوشو بگیرید بالاخره میرسه یعنی میتونین تصور کنین اگه چهار نفر مثل آیت الله مصباح یزدی یا فقیه دیگری یا هر فقیه وارد لس آنجلس بکنن هالیوود و قدرت تام بدن که اصلاح کنن چه اتفاقی خواهد افتاد در هالیوود خیلی با نمک خواهد نمیدونم همه اتفاقی که به هر حال در ایران افتاده و متاسفانه من فکر میکنم باید یه تجدید نظر بکنم بدون تعصب چرا در ایران تهمت زدن اینقدر راحته ما مسلمانیم آیا در اسلام گفته شده تهمت بزن همین فردا در هیچ دینی هم نبود همین فردا در روزنامه کیهان چقدر تهمت به من خواهد زد که این حرفا رو زدم همین فردا روزنامه کیهان که بسیار همون فردا در هزاران سایت راجع به من تهمت های زده خواهد شد ولی این من نیستم که من فقط دارم حرف میزنم بشنوید تمام جامعه این رو میخواد از شما و شما مسئولیت که جوابگوی جامعه باشید با عقل و با منطق نه با تهدید چرا تهدید چرا با تهدید که اینها جسور شده ان این یعنی چی یعنی بترس جامعه هنر از این که مبادا دیگه نتونی فعالیت بکنی و هنرمندای ما از این میترسن که دیگه نتونن فعالیت بکنن ولی واقعا جلوی این سیر زیبایی که در نهاد بشر گذاشته شده رو نمیشه گرفت خب حقیقت گویی همیشه با یک نفر آغاز میشه و نفرات دیگه میپیوندن این یکی از بهترین نمونه ها در خود اسلام هست که پیامبر اسلام وقتی آغاز کرد یک نفر بود تهمت های بسیار بر او زدند اهانت های بسیار ایشون در مقام خودشون پیامبری و انسان های دیگه و هنرمندان نیز اینی که تهمت بزنن باز همون را و همون برای گفتن حقیقت و پیش بردن هنر و حقیقت به هر حال این سختی هم هست همونطور که در نبوت هم بوده دیگه درسته شاید هم اساسش درست بوده که میگن هنر یک جور نزدیکه به نبوت این رو در مورد مولوی بقیه خواننده کنه بله دقیقا موزیکان عزیز امیدوارم روز دیگری با فرصت بیشتری باز هم در خدمتون باشم قربونتون برم من فقط یک شعر از حافظ میخونم ذاتش زهد و ریا خرمن دین خواهد سوخت حافظ این خرقه پشمینه بیانداز و برو مژگان شجریان عزیز و شعر حافظ به امید روزی که هنرمندان ما آزادانه در هر کجا هستند در میهن خود آزادانه بر صحنه ظاهر بشن آزادانه اشعارشون منتشر بشه آزادانه هر سخنی که دارن سازی که دارن بنوازند فیلمی که دارن بسازند بازیگران ما چون پگاه آهنگرانی و بقیه چون این مورد اذیت و آزار نباشند و هنرمندان ارزنده‌ای چون مژگان شجریان و بسیاری دیگر خانم سیما بینا و پیش از آنها مرضیه عزیز و بسیاری دیگر ناچار به مهاجرت نباشند بانوان ایرانی ارزش و جایگاهشون همون باشه که شایسته هستند و امید روزی که جهان توسط بانوان اداره سپاس بسیار داریم سرکار خانم مژگان سپاس گذارم به پایان این برنامه ویژه تفسیر خبر میرسیم برنامه ویژه ایران فردا و هنرمندان با امید به فردایی بهتر با برآمدن آفتاب از فراز البرز توچال سند و سبلان و الوند کوکو ساران دراد اورامانات و آسماری و تابشان
بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستی و شادی.